واقعا واسه هم سواله، هنوز کسی هست که از DVD ویندوز استفاده بکنه و ویندوز نصب بکنه و از فلش دیسک استفاده نکنه؟ آخه چرا DVD خسته خنگ کند رو هنوز استفاده میکنی ولی از فلش استفاده نمیکنی؟ سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا شاهرای کامپیوتره و امروز قراره بهتون یاد بدم DVD ویندوز رو بندازید دور و از فلش دیسک استفاده بکنید برای نصب ویندوز یا هر چیز دیگری که میخواید نصب کنید. اگه میخواید سیستمتون رو رفعیب بکنید باید یه ایزو رو دانلود کنید، روی فلشتون بوتیبل کنید و ازش استفاده کنید. مدام هی DVD هی نسازید، بخواید یه کوله باری از DVD رو با خودتون جابجا بکنید به دلایل مختلفی. اگه هنوز سابسکرایب کانال چاره کامپیوتر نیستید، خوبه که بدونید ما به صورت هفتگی محتوا منتشر میکنیم. این ویدیوها امکان داره به دردتون بخوره، کمکتون بکنه و اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، تنها کاری که باید بکنید اینه که این دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم تپ بکنید. همین، اینجوری هر وقت من ویدیو جدیدی منتشر کنم به شما خبر داده میشه. خودتون میتونید تشریف بیارید ویدیو رو ببینید و از ما حمایت کنید. ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، یه چیزی هم توی کامنت ها برام بنویسید، یه کلمه بنویسید که گوگل فکر نکنه شما ربات هستید و حذفتون بکنه. خب میخوایم بریم سراغ این که چرا باید از فلش استفاده بکنیم و بریم یاد بگیریم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. اولین و مهمترین دلیل اینه که سرعت فلش بسیار بسیار بالاتر از سرعت یه DVDه. شما یه DVD ویندوز رو میذارید نصب ویندوز روی یه SSD با DVD یه چیزی حدود 20 دقیقه اینا حدوداً طول میکشه. همین کار رو اگه با یه دونه فلش USB 3 انجام بدید تو کمتر از 5 دقیقه روی سیستم خوب، روی سیستم معمولی تو کمتر از مثلا 10 دقیقه براتون قابل انجامه. و خب این خیلی فرق میکنه، شما 20 دقیقه زمان بذارید یا 10 دقیقه زمان بذارید، میتونید این زمان رو بذارید رو کارهای دیگری، ویدیو ببینید، خیلی کارهای دیگری که دوست دارید انجام بدید. همه ما دوست داریم سریعتر کارمون رو انجام بدیم. مورد دوم اینه که اگر شما میخواید از ویندوز اختصاصی استفاده بکنید و حجم اون فایل ویندوز از DVD شما بیشتر میشه، دیگه نمیتونید برید سراغ ویندوز DVD و باید از فلش استفاده بکنید. من خودم DVD ویندوزی که ساختم فایل ایزوش حدوداً 12 گیگه. خب نمیتونم برم یه دونه DVD هی بخوام برم DVD 9 هم که جا نمیشه، باید برم یه دونه DVD 15 گیگ بگیرم بخوام این کارو باشه انجام بدم. چه کاریه، رو فلش میریزم، هزار تا برنامه دیگرم کنارش میذارم، هر وقت دلم خواست میتونم اونا رو هم باش نصب بکنم. مزیت سوم اینه که فلش بهمون همین امکان رو میده که ما روی فلشمون هر فایل نصبی که لازم داریم داشته باشیم. بعد از اینکه ویندوز رو ریختیم میتونیم فایل‌ها رو از روی همین بتونیم نصب کنیم، دیگه هی نخواهیم DVD عوض بکنیم یا DVD دیگه بذاریم و این کارو برامون انجام میده. پس میخوایم بریم سراغ استفاده از فلش. حالا واسه این که بتونیم از فلشمون استفاده بکنیم و بوتیبلش بکنیم، نرم افزارهای زیادی وجود داره. دو تا از مهمترین نرم افزارهایی که ما ازش استفاده میکنیم، نرم افزار اول نرم افزار روفسه. من خودم قبلا رافاس میخوندمش ولی بعدم که سرچ کردم دیدم روفس درسته، تلفظهای دیگری هم داره، لینکشو و عکسشو اینجا واسهتون میذارم. و نرم افزار بعدی نرم افزار ونتویه. نرم افزار ونتویو قبلا واسهش یه ویدیو ساختم، این ویدیوشه، اینم لینکشه اینجا، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. سری مزایا و معایب داره نسبت به این نرم افزار، ولی این نرم افزار یه ذره کلی تره و کار اصلی تری برای ما انجام میده و جز محبوب ترین نرم افزار است. پس میخوایم بریم این نرم افزار رو یاد بگیریم. اگه بخوایم مزایا و معایب این نرم افزار رو بررسی کنیم، نکته اول و مهمترین خصلتش اینه که بسیار بسیار سازگاری داره با سیستم‌های مختلف، با انواع مادربردها، CPUها سازگاره و اصطلاحاً کامپتیبیلیتی بسیار بالایی داره. نکته دوم بسیار خوبش اینه که این نرم‌افزار رایگان و اوپن سورس و نسخه پورتیبل هم حتی داره، یعنی حتی نیازی به نصب هم نداره، میتونید نسخه پورتیبلش رو داشته باشید و ازش استفاده بکنید. نکته سوم اینه که سرعت بسیار بالایی داره و گزینه‌های کاملی به ما میده برای اینکه ما بتونیم چیزی که میخوایم رو بسازیم. شاید شما بخواید فلشتون MBR باشه یا GPT باشه، شاید بخواید فلشتون برای UEFI ساخته شده باشه یا برای بایوس ها ساخته شده باشه. همه این امکانات رو به ما میده. اینکه حالا بایوس چیه، UEFI چیه، MBR چیه و GPT چیه رو من توی دوره ویندوز کامل توضیح دادم، ولی توی ادامه یه مختصر کوچولوی براتون توضیح میدم. اول بریم سراغ فرق بایوس و UEFI. بایوس ها عموما موس توشون کار نمیکرد و محیط گرافیکی نداشتن، یه محیط
متنی بود با کیبورد اتومات میتونستید بالا پایین بکنید، چند تا گزینه رو ببینید. البته بایوس های لپتاپ‌ها یه ذره متفاوت بود. الان لپتاپ‌ها در اصل یوفای ان ولی قیافشون خیلی وقتا همون شکلیه. ولی مادربرد سیستم یا پی سی ها اینجوری بودن که اگر موستون توش کار میکرد اصطلاحاً شده بود یوفای وگرنه بایوس بود. البته روش درستش اینه که شما از روی مادربردتون ببینید بایوس یا یوفای. پس فرق یوفای و بایوس اینه کامپیوترهای قدیمی بایوس داشتن، جدیدا اونایی که موس توش کار میکنه خیلی امکانات بیشتری به ما میده، امکانات بایوس بیشتری داره، یوفای ها هستن. مورد بعدی تفاوت جی پی تی و ام بی آره. یه ذره تفاوتشون سخته و نمیخوام اینجا واردش بشم، براش ویدیو جداگونه توی ساختار هارد دیسک میسازم، توی دوره نصب ویندوز کامل توضیح دادم، شاید بعدم براش ویدیو هم درست کنم. اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید براش حتما ویدیو درست کنم. ولی تفاوت اصلی که ام بی آر و جی پی تی داره، توی ام بی آر شما میتونستید حد اکثر 4 تا پرایمری پارتیشن داشته باشید، در حالی که توی جی پی تی میتونید تا 128 تا پرایمری پارتیشن داشته باشید. تفاوت اصلی این دوتا اینه. حالا پرایمری پارتیشن به چه دردی میخورد؟ به درد این که بتونید چندین سیستم عامل رو در کنار هم دیگه نصب کنید. خب چرا از اول جی پی تی نساختن؟ طراحا اون موقع نه امکاناتشو داشتن که بخوان 128 ویندوز یا هر سیستم عاملی نصب کنن، نه اینکه اصلا مغزشون به اینجا میرسیده شاید که آقا این همه دنیا پیشرفت بکنه. بعدش که دیدن دنیا پیشرفت کرده اومدن این رو طراحی کردن. پس برای همین ما ام بی آر داریم و جی پی تی. اینم یه رسمه توی کامپیوتر، ما میدونیم یه چیزی رو درست میکنیم، وقتی کم میاریم بهترش میکنیم. آی پی وی 4 و آی پی وی 6 که حالا توی دوره نتورک پلاس، اگه دوره نتورک پلاس هم ندیدید پلی لیستش اینجا واسهتون میذارم، بیاید اون دوره رو با من شروع بکنید، اونجا در موردشون صحبت میکنیم. آها یه مزیت دیگه گفتم، سازگاری بسیار بالایی داره، ولی یکی از عیباش اینه که فقط میتونید یه دونه سیستم عامل رو بوت کنید روی فلشتون. یعنی اگه ویندوز 10 ریختی دیگه نمیتونید ویندوز 7 داشته باشی. اگه بخوای ویندوز 7 داشته باشی یا باید فایل ایزوت 7 8 10 همه رو با هم داشته باشه، یا اینکه مجبوری فرمت بکنی با استفاده از این نرم افزار، فقط یه دونه داشته باشی. اینجاست که اون افزار ونتوی به کارتون میاد و میتونید دو سه تا رو کنار هم دیگه داشته باشید. ولی ونتوی خیلی وقتا سازگاری کافی رو نداره و نمیتونه سیستم رو باش بوت کنه بیاد بالا، در حالی که روفس این کار رو برامون انجام میده و بسیار بسیار سازگاره. خب توضیحاتو دادم، نمیخوام خیلی بیشتر طولانی بشه ویدیو. اگه موافقید بریم با هم دیگه یاد بگیریم چجوری از نرم‌افزار روفس استفاده کنیم، فلشمون رو بوتیبل کنیم و باهاش یه نصبم انجام بدیم، یعنی محیط نصب رو بیارم بالا ببینید که میتونیم این کارو باش انجام بدیم. خب نرم‌افزاری که ما میخوایم کار بکنیم نرم‌افزار روفس، آدرسش rufus.ie که لینکش رو توی توضیحاتم واسهتون میذارم. همونجوری که میبینید اینجا توضیحات کامل داده که تو چه حالتهایی کار میکنه و غیره، لینک دانلود برام گذاشته، نسخه نصبی، نسخه پورتیبل و اینجا هم گیت هاب و فاس هابش رو هم گذاشته که اگه میخواید سورس رو از اونجا دانلود بکنید بتونید برید از اونجا دانلود کنید و بگیرید. البته که این نسخه هم داره از روی گیت هاب میخونه، فقط اینجا شاید بخواید برید ببینید و آدر ورژن هاشو دانلود کنید. اگه ورژن قبلی رو هم بخواید اینجا میتونید برید بگیرید. زبان‌های مختلفش هم گذاشته، پارسی هم خدا رو شکر توش هست و سیستم ریکوایرمنتش ویندوز 7 32 بیتی یا 64 بیتی به بالا، دیگه بقیه رو هم ساپورت میکنه. خب من نسخه پورتیبل رو دانلود میکنم، قطعاً واسم سبک‌تر و راحت‌تر برنامه رو اجرا میکنم. خب برنامه اومد بالا ولی میبینید که چیز خاصی نداره و همه گزینه‌ها غیر فعاله. چیکار باید بکنم چون هنوز فلش نداره؟ فلشمو به کامپیوتر وصل میکنم. حالا که فلشو وصل کردم به کامپیوتر، نگاه کنید شناختتش. من قبلا خب روی این فلشم ویندوز داشتم و ازش استفاده میکردم، ولی الان میخوام دوباره از صفر این کار انجام بدم. اگه چند تا فلش داشته باشید همه رو میشناسه، اینقدرم هوشمند هست که هارد 1 ترابایتی منو نشناخته برای این کار، حواستون باشه. شما یه هاردی 1 ترابایت اکسترنال هم وصلم. خب اولین چیز اینه که فلش رو شناخت، میایید از اینجا توی قسمت بوت سلکشن روی ببینید گزینه‌های مختلف داره روی کدوم حالت میخواید باشه. من میگم همین دیسک اور ایزو بذار باشه و سلکت رو میزنم. باید دیویدی ویندوزتون یا هر دیویدی ایزو دیگری که دارید رو انتخاب کنید. من دیویدی ویندوز 2NH2 رو انتخاب میکنم که از سایت مایکروسافت بگرفتم، یا آموزش کامل اینجا واسهتون گذاشتم که چجوری از سایت مایکروسافت نسخه انترپرایز رو بتونید دانلود کنید. قسمت دوم باید روی همین استاندارد ویندوز اینستالیشن باشه. ویندوز تو گو برای چیه؟ برای اینکه فلش
بوت تیبلی بسازید که روش ویندوز نصب شده باشه. اینم یه راه خیلی بهتر، براش ویدیو ساختم و ویدیوشو میتونید برید توی کانال ببینید. خب پارتیشن اسکماتون میتونه MBR یا GPT باشه. وقتی رو MBR میذارم نگاه کنید، میگه تارگتتون باید بایوس باشه یا UEFI CSM، که حالا این پایین توضیحاتی هم داده. اینجا رو دقت کنید ببینید یه علامت سوال اینجاست، توضیح داده میگه UEFI CSM means that the device will only boot in BIOS emulation mode و به اسم legacy mode هم میشناسن، روی UEFI و native UEFI mode هم میتونه کار بکنه. خب این حالت اولیه است. اگه بذارم روی GPT میگه روی UEFI non CSM این بار کار میکنه. این قسمت هم روی GPT که بیاید نگاه کنید غیر فعال میشه واسه تون. این دوتای دیگه فقط میتونید بزنید لیست هارد درایو رو بهتون نشون بده. روی MBR بذارید اینا فعال میشه، اصلا کاری به اینا نداریم، بیشتر دیجتون میکنه هیچی، اصلا گزینه رو ولش کنید، هر ستاش غیر فعال باید باشه. والیوم لیبل میتونید اسم فلشتون رو تعیین کنید که بعد از نصب اسم فلشتون چی باشه. مثلا من اینجا تایپ میکنم ویندوز 10 20 2. خب فایل سیستمم NTFS باشه یا FAT باشه توی موارد خاصی. الان چون فایل بالای 2 گیگ دارم خودش NTFS پیش فرض انتخاب میکنه، نمیذاره FAT باشه. و کلاستر سایز هم چقدر باشه، اینا دیگه توی درسای کامپیوتری پایه باید خونده باشید اگه بخواید بدونید که کلاستر چیه. بخش بندی میاد الان 2 مگ 4 مگ 4 مگ فایل ها رو میسازه و زیر اون نمیتونه این کارو بکنه، کاری بهش نداریم، بذارید همین 4 مگ باشه. کویک فرمت تیک داشته باشه، اکستندد لیبل براش بسازه یا نه، میتونه تیک داشته باشه میتونه نداشته باشه، خیلی واسه ما فرق نمیکنه، تیکشو میذاریم باشه. این قسمت چیه؟ میگه بعد از اینکه این کارو انجام دادم برم واسه یه بد بلاک چک بکنم و مطمئن شم که درسته، چند بار برم چک بکنم، یه بار، دو بار و چند بار؟ میگم نه اصلا نمیخوام بری چک کنی. الان من میتونم استارت رو بزنم. خب اینجا یه نکته رو باید حواستون باشه، ما توی حالت عادی فلشمون یا روی UEFI کار میکرد یا روی بایوس کار میکرد. وقتی میذاشیم روی MBR میگفتش بایوس اور لگسی UEFI، یا وقتی میذاشمش روی GPT میگفت UEFI کار میکنه. حالا یه تریک داره، میتونیم کاری بکنیم که همزمان هم برای بایوس هم برای UEFI کار کنه. این نکته ای که خیلی ها توی کار با نرم‌افزار روفس نمیدونن، کافیه توی مرحله MBR رو انتخاب کنید، کلیدای Alt و E رو روی کیبوردتون فشار بدید و اینجوری میتونید فلشی داشته باشید که هم روی UEFI ها و هم روی بایوسپیس ها به راحتی بیاد بالا و کار بکنه. من توی تستایی که انجام دادم جواب گرفتم، ولی خوندم بعضیا میگن که نه بازم نتونستن روی یه سری از سیستم خاص جواب بگیرن. این دیگه امکان داره یه ذره از بدشانسی خودتون باشه، ولی حداقل بلد باشید بدونید این کاری رو میشه انجام داد. بریم با هم ببینیم گزینه‌شو. خب حالا دقت کنید، اینجا یادتونه گفتم علامت سوال داره و توضیحات داره و اینا. حالا اگه بیام اینجا کلید Alt و X رو فشار بدم، دیدید گزینه تغییر کرد، شد BIOS or UEFI، یعنی هم روی BIOS هم روی UEFI بالا میاد و دیگه مشکلی نخواهیم داشت. بازم تاکید میکنم شاید روی یه سیستمی به درستی کار نکنه. حالا که همه چیز رو تنظیم کردیم دیگه میتونیم بیایم استارت رو بزنیم، میره چک میکنه، میاد پیغام میده، میگه که آقا یه سری اطلاعات روی این فلش دیسک که داری، آیا واقعا میخوای پاکش بکنم و اوکی بشه؟ همه چیز دیستروید میشه، از بین میره ها، آیا مطمئنی؟ میزنم اوکی و میره شروع میکنه. در اساس اینکه سرعت فلشتون چقدره، فلشتون به پورت USB 2 وصله یا 3 وصله یا 3.1 یا 3.2 وصله، مدت زمانی طول میکشه تا این کارو انجام بده. خب حالا که فلشم آماده شد بریم فلشمو با هم دیگه ببینیم. فلشم تموم شد، نگاه کنید اسم شده ویندوز 10 20H2، 23 گیگ هنوز خالی داره، من میتونم از این فضا استفاده بکنم، فقط کافیه که این اطلاعات رو دیگه پاک نکنید. حالا میخوام برم این رو بکنم، وصل کنم به یه سیستم، بوت کنم بالا بیام. به خاطر اینکه بتونم تصویر بهتری به شما نشون بدم، من دارم از محیط مجازی ساز استفاده میکنم، ولی شما میتونید اینو به کامپیوتر اصلی نصب کنید و باش کار بکنید. من کامپیوتر مجازی سازم رو روشن میکنم با VMware، فلش رو وصل کردم، میخواد بره از رو فلش بخونه بوت بشه بالا بیاد. نگاه کنید آرم ویندوز اومد و داره میره از روش بوت بشه بالا بیاد. به راحتی، به همین راحتی فلش رو وصل میکنید، ویندوز واسهتون میاد بالا و میتونید مراحل نصب رو طی بکنید. میبینید دیگه شروع کرد ویندوز رو لود کردن و اینم پنجره نصب ویندوز.
به راحتی از روی فلش من خونده اومده بالا و من میتونم برم شروع کنم ویندوزمو نصب کردم. خب فقط یه نکته بر واسه اینکه مطمئن بشید من از روی فلش اومدم بالا، میخوام اینجا بهتون نشون بدم، میام از منوی VM Setting. ستینگ این ویرچوال ماشین رو داره به من نشون میده. نگاه کنید من از روی یه فلش دیسکی دارم میخونم که فیزیکال درایو 4مه. این ترفندیه که من میتونم بیام استفاده بکنم فلشمو و اینجا میبینید که هیچ DVD اینجا انتخاب نشده، حتی کانکت هم نیست. اگه ایزو انتخاب شده بود اینجا فایل ایزو رو باید میدیدید. پس به همین راحتی شروع کردم ویندوزمو بوتیبل کردن، ازش استفاده میکنم و تمام. خب همونجور که دیدید تموم شد. اینم از نرم‌افزار روفس. پس شما یاد گرفتید فلشتون رو با هر فایل ایزویی که دلتون بخواد، چه ویندوز باشه، چه لینوکس باشه، چه هایرن باشه یا هر چیز دیگری باشه که براشون یه ویدیو جداگونه هم دوباره میسازم و سعی میکنم اینا رو هم یه پلیلیست بکنم اگه خواستید بتونید پشت سرم ببینید، فلشتون رو بوتیبل کنید، بالا بیارید و وصل بکنید به کامپیوترتون و بتونید ازش استفاده کنید. روی VMware هم که بهتون نشون دادم که چجوری این آوردم بالا میتونم ازش استفاده بکنم. الان این فلش رو میتونید فایل روش رو هم حتی تغییر بدید، میتونید یه سری فایل بهش اضافه بکنید، از فلشتون استفاده دیگری هم میتونید انجام بدید. خیلی هم میپرسن که آقا مثلا من یه فلش 32 گیگ دارم مثلا همین مدلی که من دارم و بقیه حجمش هدر میره. نه، این فلش رو استفاده معمولیتون رو بکنید، فقط این فایل ها و فولدر ها رو از روش پاک نکنید. به راحتی میتونید استفاده معمولتون رو ازش داشته باشید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. امیدوارم محتواهایی که من توی کانال 4 کامپیوتر قرار میدم رو دوست داشته باشید. به زودی قول میدم دوره هایپر وی رو هم میخوام شروع بکنم. اگه ویندوز کار هستید و به مجاز سازی علاقه دارید اون دوره حتما به دردتون میخوره. کامل از صفر تا صد میخوایم بریم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا 4 کامپیوتره. فعلا خدا نگهدار.